تو این ویدیو یک نبرد افسانه‌ای در قلمرو حیوانات داریم. شیر در مقابل ببر. پادشاه واقعی کدومشونه؟ نبرد این دو گربه‌سان از اونچه که انتظارش رو داریم بیشتر اتفاق افتاده. رومی‌ها در کلوسئوم شیرهای آفریقایی رو در مقابل ببرهای آسیایی قرار می‌دادن و از این درگیری لذت می‌بردن. چندین مبارزه هم در اوایل قرن 20 در طبیعت شکل گرفت و چندین بار هم به شکل تصادفی در باغ وحش‌ها شاهد نبردهای خونین و وحشتناک بین این دو گربه‌سان بودیم. در بین تمامی گربه‌سان‌ها این شیرها هستند که همکاری و کار گروهی بی‌نظیری رو به نمایش می‌ذارن. این شکارچیان باشکوه شهرتی جهانی دارن و دلیلش هم کاملاً مشخصه. در تمام دنیا این گربه‌سان رو پادشاه جنگل می‌دونن که به خاطر یال باشکوهش جلوه‌ای شاهانه پیدا کرده. همچنین در طول تاریخ شیر آفریقایی نمادی از شجاعت و قدرت بوده که در ایران هم ما این موضوع رو دیدیم. اما ببرها بزرگترین و قدرتمندترین گربه‌سان در جهان هستند و به همین دلیل بسیاری از فرهنگ‌های دیگه ببر رو نمادی از شجاعت و قدرت می‌دونن. همچنین به دلیل شکل ظاهری نارنجی و خطوط سیاه و سفید راه در بین تمامی گربه‌ها قابل تشخیص ترینن. سایز و اطلاعات اولیه. شیرها تنها گربه‌هایی هستند که دارای دو شکل جنسی متفاوتن، چون شکل ظاهری نر و مادهشون متفاوته. شیرهای نر جثه بسیار بزرگتری از ماده ها دارن. طول بدن یک شیر نر بین 180 تا 210 سانتی متره و طول دومشون هم به 60 الی 100 سانتی متر میرسه. وزن این گربه‌سان بین 250 تا 450 پونده، یعنی 120 تا 200 کیلوگرم. رنگ شیرهای بالغ بین خاکستری و طیفی از رنگ قهوه‌ای متغیر. هم نر و هم ماده گربه‌های بسیار قدرتمند و عضلانی با سر و گوش‌های گرد هستند. فقط شیرهای نر بالغ دارای یک یال قهوه‌ای سیاه هستند که تا گردن و سینه‌شون امتداد پیدا می‌کنه. همچنین شکل ظاهری دومشون هم متفاوته، چون بافت دوم شیر نر تیره رنگ. اما ببرها بر اساس زیرگونه‌هاشون از نظر رنگ، اندازه و مشخصه‌ها متفاوت هستند. ظاهر اصلی این موجود رو میتونیم در ببر بنگال که در جنگل‌های هندوستان زندگی می‌کنه ببینیم. پوشش نارنجی تیره همراه با راه‌های سیاه و زیر شکم سفید رنگ. یک ببر بنگال نر به طور متوسط حدود 490 پوند یا همون 220 کیلوگرم وزن داره. طول بدن ببر بنگال 180 تا 210 سانتی متر و اندازه دومشون هم به 100 سانتی متر میرسه. ببر بنگال رو بذاریم کنار، بریم سراغ ببر سیبری، یعنی بزرگترین زیرگونه ببرها. رنگ روشنتری دارن و پوشششون ضخیم‌تره که بهشون این اجازه رو میده در برابر سرمای وحشتناک و سرد تایگای روسیه مقاومت کنن. طول بدن ببر سیبری نر از سر تا دم 330 سانتی متره و وزنشون هم به 600 پوند یعنی 300 کیلوگرم میرسه. شیرها معمولا قلمروشون رو در دشتها و سبززارهایی که در نزدیکی منابع آبی مثل رودخانه هستن درست میکنن. همچنین اونها شکار در مناطق باز رو به جنگل‌های متراکم ترجیح میدن. از نظر تاریخی شیرها رو میشه در بیشتر نقاط آفریقا پیدا کرد، اما در حال حاضر دامنه فعلیشون به مکانهای کوچیکی در مرکز و جنوب آفریقا محدود شده. در خارج از آفریقا هم شیرها از یونان تا هند در مناطق مختلف یافت می شدن. انسانها در طول چندین قرن به آرامی جمعیت این گربه‌سان رو از بین بردن، چرا که در حال حاضر جمعیت کوچیکی از شیر آسیایی رو فقط میشه در پارک ملی در غرب هندوستان پیدا کرد. ببرها از لحاظ تاریخی محدوده ای رو اشغال کردن که از شرق ترکیه شروع میشه و تا نقاط غربی آسیا ادامه پیدا میکنه. امروزه ببرها تنها 7% از محدوده قبلشون رو اشغال کردن که بیش از نیمی از ببرهای باقی مونده در جنگل‌های هندوستان زندگی میکنن. ببرها در طیف وسیعی از زیستگاه‌ها مثل جنگل‌های همیشه سبز، علفزارها، جنگل‌های استوایی و حتی باتلاق‌ها زندگی میکنن. دسترسی به منابع آبی هم براشون بسیار حیاتیه. شکار
رژیم شیرها شامل 70% گوشت میشه و اونها برای شکار حیوانات بزرگی مثل گورخر، بوفالو و زرافه رو انتخاب میکنن. لازم به ذکره که این حیوانات از تومه های خیلی بزرگ و خیلی کوچیک دوری میکنن و بیشتر به سراغ دام ها میرن. شیرها قدرت این رو دارن که با حیواناتی سرشاخ بشن و حیواناتی رو شکار کنن که دو برابر خودشون وزن داشته باشه. شیرهای ماده مسئولیت شکار رو به عهده میگیرن و از چندین جهت تومه خودشون رو تعقیب میکنن تا حیوان در حال فرار رو به دام بندازن و با خفه کردنش اون رو به یک شکار موفق تبدیل کنن. اما شکل شکار ببرها متفاوته. ببرها عاشق کمین کردنن. بی سر و صدا تومه خودشون رو تعقیب میکنن و بهش نزدیک میشن. زمانی که به اندازه کافی نزدیک شدن، با یک حرکت غافلگیر کننده به سمت شکار میرن. خصوصیات رفتاری: شیرها در طول روز 16 الی 20 ساعت رو در خواب میگذرونن. زمان فعالیت اونها بیشتر در سحر یا غروب اتفاق میفته، اما میتونن با تومه خودشون سازگار بشن و برنامهشون رو تغییر بدن. اونها با استفاده از صدا، مالش سر، لیس زدن، حالت چهره، علامتگذاری های شیمیایی یا بصری با هم دیگه ارتباط میگیرن. در اون سمت ببرها موجوداتی منزوی هستن و به ندرت با ببرهای دیگه تعامل دارن. اونا از مناطقی که متعلق به خودشون محافظت میکنن، اما به طور منظم از این مناطق خارج هم میشن. قلمرو که ببرهای نر و ماده ممکنه در بعضی نقاط مشترک باشه، اما قلمروی دو ببر نر به هیچ عنوان اینطور نیست. ببرها شناگران بسیار ماهری هستند و بارها پیش میاد که برای شنا کردن به داخل رودخونه برن، چون هم از گرما فرار میکنن و هم ازش لذت میبرن. حالا برگردیم به سوال اصلی خودمون. اگر این دو گربسان مبارزه‌ای تک به تک داشته باشن، کدومشون پیروز میشه؟ شیر همین الانش هم از عنوان پادشاه بیچون و چرای جنگل برخورداره. بنابراین برنده این نبرد کاملا مشخصه، چون شیرها پادشاه هستن، درسته؟ اما من اینطور فکر نمی کنم. هیچ موجود زندهی به اندازه ببر نمیتونه ادعای پادشاهی در جنگل رو داشته باشه، چون بسیاری از زیستگاه های طبیعی ببرها جنگل ها هستن. اما قبل از اینکه بخوایم انتخاب کنیم کدوم یکی از این دو گربسان میتونه حریفش رو شکست بده، باید چند نکته دیگر رو هم بررسی کنیم. در نظر داشته باشید که ببر سیبری به طور قابل توجهی بزرگتر از شیرها هستن و این مبارزه ایه که حتی بیباکترین شیرهای تاریخ هم ازش فرار میکنن. پس ما ببر بنگال رو به عنوان یک حریف ایدئال برای شیرها در نظر میگیریم. بنگال هم گونه بسیار بزرگیه، اما کمی نزدیکتر به شیرهاست، چون اگه ببر سیبری رو انتخاب میکردیم، مبارزه شروع نشده تموم میشه. ببر بنگال میتونه کیلومترها گشت زنی بکنه و همچنان برای مبارزه آماده باشه، اما شیرها اینطور نیستن. اونها روزی 16 الی 20 ساعت میخوابن و از انرژی بسیار کمی برخوردارن. اما شیرها در مقابل آفتاب تحمل بیشتری دارن و شاید اگر مبارزه‌ای در گرمای ظهر اتفاق بیفته، این موضوع برای شیرها یک مزیت به حساب بیاد. ماهیت اجتماعی و گروهی شیرها میتونه بزرگترین نقطه ضعفشون برای مبارزه با یک ببر باشه، چون شیرها در مبارزه های تک به تک بسیار ضعیفترن. ببرها نسبت به شیرها قدرت فک قوی تری هم دارن، همینطور جثه‌شون هم بزرگتره. علاوه بر این، مستندیات تاریخی نشون میده که ببرها در جنگ ها همیشه پیروز بودن. در باغ وحش ها هم این مبارزات به این شکل بوده، اما همیشه ببرها پیروز نمی شدن. هر کدوم از این دو نقاط مثبت و منفی زیادی دارن و پیروزی در این مبارزه به عوامل زیادی بستگی داره. من میدونم برنده این مبارزه کدومشون، اما از شما میخوام با توجه به توضیحاتی که در این ویدیو دادم توی کامنت بهم بگید که کدومشون پیروز میشه. در آخرم اگه از این ویدیو خوشتون اومد، لایک و کامنت سابسکرایب کردن فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه، خیلی